در پی هشدار حسان دیاب سرپرست نخست وزیری لبنان درباره اینکه کشورش به زودی شاهد یک انفجار اجتماعی ناشی از بحران اقتصادی خواهد بود وزیر دفاع اسرائیل همسایه جنوبی لبنان اعلام کرد این کشور آماده ای ارائه کمک های بشر دوستانه به مردم لبنان است این دو کشور در حال آتش بس به سر میبرند و پیمان عادی سازی روابط و صلح با هم ندارند فرهاد پولادی گزارش میدهد آقای دیاب در دیدار با سفرا و نمایندگان کشورهای خارجی در لبنان از جامعه جهانی درخواست کمک عاجل برای نجات مردم کشورش کرد که به گفته وی در آستانه مرگ و نابودی قرار دارند. من از طریق شما از پادشاهان، شاهزاده ها رؤسای جمهوری و رهبران کشورهای برادر و دوست از سازمان ملل متحد و همه نهادهای بین المللی و افکار جهانی می که به ما در نجات مردم لبنان از مرگ و نابودی کمک کنند. لبنان صرفا چند روز با انفجار اجتماعی فاصله دارد. لبنانی ها در مقابله با این سرنوشت تاریک تنها هستند. درخواست آقای دیا برای کمک در حالی صورت میگیرد که سیاستمداران لبنانی با گذشت تقریبا یک سال از استعفای کابینه او در مورد تشکیل دولت جدید هنوز به توافق نرسیدند در این بین بنیگانس وزیر دفاع اسرائیل که کشورش روابط سیاسی با لبنان نداشته در رشته تویتی اعلام آمادگی کرد که از طریق نیروهای حافظ صلح سازمان ملل مستقر در لبنان موسوم به یونیفیل کمک های به همسایه شمالی برساند او در یکی از این تویت ها حزب الله را یکی از مسببین این وضعیت عنوان کرد و نوشت که این گروه دست پرورده جمهوری اسلامی بنا دارد که حضور تهران در لبنان را گسترده تر کند دولت لبنان هفته پیش اعلام کرد با هدف کاهش کمبود فلج کننده سوخت در آن کشور قیمت انواع سوخت را بیش از 30 درصد بالا میبرد اقدامی که موجب شدیدتر شدن فشار بر مصرف کنندگان کم درآمد خواهد شد فرهاد پولادی، صدای آمریکا.